نشست مقام‌های استخباراتی منطقه درباره افغانستان در اسلام آباد، ورود ناگهانی وزیر خارجه به کابل، کرایه خانه در پایتخت 50% کاهش یافته است، طالبان امنیت همه دیپلمات‌های خارجی را تضمین کردند، جنگنده که خواب آمریکا را ربوده است، هشدار شرکت اپل برای دارندگان تلفن‌های هوشمند آیفون. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. اپل امروز صفحه جدیدی را در وبسایت خود ایجاد کرده تا به کاربران آیفون درباره دوربین این گوشی هشدار بدهد. با گزارش اسپاتنیک، به نقل از دیجیاتو، این شرکت میگوید برخی فریکانس‌های لرزشی از جمله لرزش‌هایی که توسط موتورسایکل‌های پرقدرت ایجاد می‌شوند می‌توانند به دوربین آیفون آسیب برسانند. اپل می‌گوید آیفون‌هایی که دوربینشان لرزشگیر اپتیکال IOS یا فوکس خودکار حلقه بسته IF دارد، به خاطر استفاده از ژیروسکوپ یا حسگرهای مغناطیسی که به جبران حرکات و لرزش‌های زمان عکاسی یا فیلمبرداری می‌پردازند، مستعد این نوع آسیب هستند. OIS و AF برای افزایش ثبات دوربین آیفون طراحی شده است، اما مواجهه طولانی مدت آنها با لرزش‌های شدید در برخی فرکانس‌ها می‌تواند باعث آسیب این سیستم‌ها شود. اپل به همین خاطر به کاربران توصیه کرده است که آیفون خود را به صورت مستقیم روی بدنه یا دسته های این موتورسایکل ها نصب نکنند، چون انتقال مستقیم ارتشاعات می تواند خطرناک باشد. این شرکت برای نصب آیفون روی موتورسایکل های کم توان و برقی هم کاربران را به استفاده از لرزشگیر توصیه کرده تا احتمال صدمه به حد اقل برسد. جنگنده ای که آمریکا را بی‌خواب کرده است. یک نشریه آمریکایی در مقاله درباره برتری‌های جنگنده نسل جدید روسیه به نام سوخوی چکمیت کشومات نوشت. با گزارش اسپوتنیک، مارک اپسکوپس، نویسنده نشریه نشنال انترست آمریکا، در مقاله نوشته است که تجهیزات و هزینه رقابتی طیاره تاکتیکی سبک جدید سوخو 75 چکمیت به آن اجازه می‌دهد تا تولید کنندگان خارجی را دور بزند. سرعت و شایع عملیات چکمیت توجه نویسنده را جلب کرده. جنگنده رادار گریز نسل پنجم روسیه می‌تواند با سرعت 1900 کیلومتر در ساعت پرواز کند و شایع 3000 کیلومتر است. با این حال، به عنوان مزید چکمیت ارزانتر از جنگنده رادارگزیر دیگر روسی، یعنی سوخوی 57 با موتور دوگانه است. به عنوان یک مزید دیگر، چکمیت بیش از 7 تن و حمل سلاح‌های جهانی که شامل راکت‌های متوسط و کوتاه‌برد RVVMD و RVVSD راکت‌های هوا به زمین از پروژه تندر است. نویسنده نشریه نشنال انترست آمریکا خاطرنشان می کند که سوخو 75 چکمیت با حداقل هزینه 25 تا 30 میلیون دلار با جنگنده چند منظوره ساب 39 کرپتن سویدنی و داسو رافال فرانسوی رقابت می کند. چکمیت دارای دریچه بدون انحراف دوم وی شکل و محوطه داخلی قرارگیری سلاح است. همه ویژگی هایی که می تواند نشان دهنده یک رادار کوچک باشد. با این حال، بال این جنگنده بسیار بزرگ به نظر می رسد. این بدان معناست که سوخو جنگنده را برای پرواز و جنگیدن در ارتفاع 40,000 فوتی، یعنی 12,000 متری یا بالاتر، طراحی کرده است. قرار است اولین پرواز در سال 2023 و تولید سریالی آن در سال 2025 انجام شود. طالبان امنیت همه دیپلمات‌های خارجی را تضمین می‌کند.
رئیس دفتر سیاسی طالبان اعلام کرد امنیت همه دیپلمات ها و سفارتخانه ها را در افغانستان تضمین خواهیم کرد. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در حساب تویتری خود نگاشته است که از خاک افغانستان علیه امنیت هیچ کشور استفاده نخواهد شد و از همه می خواهیم همین طور رفتار کنند. و می افزاید که امنیت همه دیپلمات ها، سفارتخانه ها، نهادهای امدادرسان و سرمایه گذاران را تضمین خواهد کرد. کرایه خانه در پایتخت 50% کاهش یافت. سلام وطندار، مالکان شماری از دفترهای راهنمای معاملات در پایتخت میگویند که بحران امنیتی و تغییر نظام سبب شده از وضعیت کاروبارشان کساد شده و کرایه خانه 50% کاهش یابد. به گفته آنان دو ماه پیش با بدتر شدن وضعیت امنیتی در ولایت‌های کشور کرایه خانه در کابل افزایش یافته بود، اما با تغییر نظام در کشور خرید و فروش و گروی خانه متوقف شده و کرایه خانه نیز به شدت کاهش یافته است. مالکان دفترهای راهنمای معاملات در کابل میگویند خانه ای که کرایه اش پیش از این 15,000 افغانی بود، حالا کسی همان خانه را به 6,000 افغانی کرایه نمیگیرد. ورود وزیر خارجه قطر به کابل. وزیر امور خارجه قطر در یک سفر از پیش اعلام نشده عصر امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در یک سفر از پیش اعلام نشده عصر امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد. طالبان تاکنون درباره اهداف این سفر اطلاع رسانی نکرده است. قرار است وزیر خارجه قطر با مقامات ارشد طالبان در ریاست جمهوری این کشور گفتگو کند. پیش از این وزیر خارجه قطر به تهران سفر کرده و با همتای ایرانی خود درباره موضوعات مختلف از جمله تحولات افغانستان دیدار و گفتگو کرده بود. و در پایان، نشست مقامهای استخباراتی منطقه درباره افغانستان در اسلام آباد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که مقامهای استخباراتی کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین، ایران و برخی از کشورهای آسیای میانه نشستی را در مورد وضعیت افغانستان در اسلام آباد برگزار کردند. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده که در این نشست شماری از کشورهای منطقه روی امنیت در افغانستان و منطقه گفتگو کردند. هنوز گزارش رسمی از این نشست منتشر نشده، اما روزنامه دان به نقل از یک مقام امنیتی گفته است که این نشست روز شنبه 20 سنباله با حضور نمایندگان سازمان‌های اطلاعاتی روسیه، چین، ایران و برخی از کشورهای آسیای مرکزی در اسلام آباد برگزار شده است. منبع افزوده است که در این نشست درباره امنیت مرزهای افغانستان با پاکستان نیز گفتگو شده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.